این روزها سیل در حال فروکش کردنه و بحرانهای پس از سیل سر باز کرده. میخوام ببینیم که آیا رژیم طرح و برنامه‌ای برای بازگردوندن مردم به حالت عادی و قبل از سیل داره یا نه. به همین منظور همراه هستیم با حسین میرداماد تا حول همین موضوع به گفتگو بپردازیم. سلام عرض میکنم به شما و تشکر میکنم از حضورتون. منم سلام میکنم به شما و درود میفرستم به همه بینندگان عزیز سیمای آزادی و همه هموطنان عزیزی که در کمک به سیل زده ها در اقصا نقاط ایران و استانهای سیل زده فعال هستند و همینطور به هموطنان سیل زده و مصیبت دیدمون در سراسر استانهای سیلخیز. درسته. اگه ما روز اول وقوع سیل رو مثلا 26 اسفند بگیریم که در گلستان و مازندران به اصطلاح شروع شد، در آن 40 هست که در واقع از اولین روز جاری شدن سیل میگذره و وضعیت بحرانیه، طوری که حتی خود معاون وزیر کشور رژیم هم عنوان کرده که الان ما در وضعیت بحرانی هستیم. در واقع مثلا نمونه‌هاش هم روشنه، مثلا 28 جاده الان تو کشور به خاطر بارش‌های سیلاسا مسدود هستند و علارغم که خب مثلا بعضی جا دیگه سیل جاری نیست و فروکش کرده، ولی مثل لرستان یا پل دختر اینها به علت گلولای خیلی زیاد وضعیت در مجموع بحرانی هست. حالا رژیم سوالم اینه که چه طرح و برنامه‌ای برای حل این وضعیت داره؟ ببینید، این رژیم هیچ طرح و برنامه‌ای برای در واقع پاسخگویی به مسئله سیل واقعا نداره. اولا که ابعاد خساراتی که الان این سیل گذشته، رژیم خودش مدعی هست، یعنی آخوند روحانی همین ابتدای همین هفته بود که اشاره کرد که 40,000 میلیارد تومان خسارات سیله، که یعنی اگر با مثلا دلار 4,000 تومان در نظر بگیریم میشه 1 میلیارد دلار. و خب هیچ طرح و برنامه مشخصی برای این کار نداره. شما ببینید در کشورهای دیگه یه همچین اتفاقی که مثلا 25 استان کشور درگیر سیل شدن، حداقل 5 6 استان کشور بخش مهمی از خونه ها ویران شده و مردم آواره شدن، 10 میلیون نفر آسیب دیدن از سیل، 2 میلیون نفر در معرض آوارگی ان، خودشون میگن 400 500 هزار نفر در مراکز اضطراری اسکان پیدا کردن و خیلی بسیار هزاران، ده ها هزار خانه نابود شده. رقمی که خود اینا میدن میگن 150 هزار تا خانه از بین رفته. بنابراین اگر ما با یک چنین خسارت عظیم مواجهیم، اگر یک دولت مردمی سر کار بود، اولین کاری که میکرد خب از سازمان ملل، از کشورهای دیگه میخواست بیان کمک بکنن و مسئله مردم روند عادی به خودش بگیره. به سرعت میتونستن با امکاناتی که در جهان هست، علاوه بر امکانات خود در داخل ایران هست و سپاه داره و ارتش داره و کل دستگاه حکومتی امکانات متعددی دارن، اما میبینیم که اصلا چنین چیزی نیست. من نمونهش رو براتون از روزنامه جهان صنعت امروز براتون بخونم که میگه، که همین روزنامه در واقع حکومتیه، میگه نگرانی ها حالا درباره چند ماه آینده است. در حال حاضر به نظر نمی آید در مناطق سیل زده برنامه‌ای برای 3 ماه، 6 ماه یا حتی 1 سال آینده وجود داشته باشه و همه مسئولان در فکر برگزاری جلسات هستند. این دستگاه خود روزنامه رژیم میگه، خود اینا اعتراف میکنن در واقع اینها برنامه‌ای برای در واقع مسئله حل کردن در مناطق سیل زده اساسا ندارن. حالا این که شما میگید با همین نمونه از خود رژیم که اینا برنامه برای حل بحران ندارن، اما از یه طرف ما شاهد هستیم که وضعیت خشم مردم خیلی انفجاریه. خیلی نمونهاش حتما خودتونم دیدین، به خود خامنه ای بد و بیراه میگن تو صحنه، به دولت روحانی که هیچی، اصلا با روبروی بالاترین به اصطلاح فرمانده های سپاه وای میستن، نقدی و غیره بد و بیراه میگن به محسن رضایی، خیلی خشمگین هستن مردم و این وضعیت انفجاری برای رژیم به وجود میاره. برای حتی برای حل و فصل این وضعیت انفجاری که مسئله خودشونه، یک راهکاری ایران نمیخوان بدن یا نمیدن؟ ببینید یک اصطلاحی دارن اینا، اصلا این ستاد به اصطلاح مدیریت، مدیریت هم توی این رژیم ذبح شده کلمش. بله، یک مش باندهای مافیایی و چپاولگر اسم خودشون گذاشتن مدیریت. حالا مدیریت بد و خوب بدش هم نیست، یعنی چیزی به اسم مدیریتی وجود نداره. بله، اما اون چی که در واقع در ارتباط با این رژیم هست اساساً
یک مشت وعده وعید دادن، یک مشت اقدامات نمایشی انجام دادن برای اینکه به قول خودشون مدیریت رفع بحران، بحران رو رفع کنن. به قول قدیمی ها خاکروبه رو بفرستن زیر فرش و از این ستون به اون ستون عبور کنن. از این کاری برای این کارا نمی کنن. شما مگه نمونه های قبلی رو نداریم؟ در همین سرپل ذهاب که 1.5 سال پیش زلزله اومد، تمام خبرها که از اینه که وضعیت اساسا تغییر جدی پیدا نکرده، با اینکه اگه یادتون باشه چه وعده وعیدهایی میدادن و بقیه جاهایی که شاهدش بودیم، مگه چه؟ هنوز که هنوزه خیلی بعد از نزدیک 15 سال از زلزله بم همچنان خیلی مردم تو کانکس زندگی میکنن، مسئله حل نشده. درست. حالا اجازه بدید یک فیلمی داریم از وضعیت زندگی مردم در سرپل ذهاب که شما الان بهش اشاره کردید، این فیلم رو هم ببینیم. امروز 4 اردیبهشت 98 بعد از گذشت حدود 1.5 سال از زلزله سرپل ذهاب میبینیم که وضعیت هنوز اینجوریه. خیلی ها تو چادرن، خیلی ها تو کانکت چند خانوار دارن با هم دیگه زندگی میکنن. اونایی که مستاجر بودن خونه شون خراب شده، 5 میلیون بنیاد مسکن کمک بلاعوض کرد و دیگه کمک ها تمام شده و مثل همه اتفاقاتی که میفته بعد از چند وقت فراموش میشن، این مردم هم فراموش شدن. الان تازه با چند از این دوستان سرپلی صحبت میکردیم، وضعیت سرویس بهداشتی کسایی که تو کمپای این شکلی زندگی میکنن خیلی افتضاحه. وضعیت حمام و استعمامش خیلی افتضاحه. اینا فاضلابی که میاد وسط کانالا هنوز بعد از 1.5 سال بله فکر کنم گویا بود. بله ببینید، میگه بعد از 1.5 سال هنوز مسئله فاضلاب حل نیست، هنوز بهداشت مردم حل نیست، هنوز بسیاری مردم توی کانکسا زندگی میکنن، هنوز خیلی ها چند خانوار توی چادر زندگی میکنن. بعد از 1.5 سال بعد از 1.5 سال شما ببینید، ما همین چند سال پیش شاهد بزرگترین دریا لرزه یا همون سونامی در اندونزی و 14 کشور اقیانوس هند بودیم. در اونجا ظرف 6 ماه با کمک های بین المللی و با کمک های خود ارتش و نیروهای نظامی منطقه به هر کشوری، در واقع همه فضا عوض شد و بسیاری از به اصطلاح محل های قدیمی بازسازی شد و اون فضا بالکل عوض شد و بسیاری از مردمی که تو مناطق بودن بردن در مناطقی که امتر تو داخل شهرها بهشون خونه مسکن دادن، بعد که مجددا منطقه رو براشون درست کردن برگردوندن در فضای بهتر و اگر سونامی با مثلا شدت بیشتری بیاد دفاع داشته باشن، در حالی که این کارا در رژیم آخوندی مطلقا انجام نمیگیره، در حالی که امکانات هستا. شما ببینید سپاه انبوه امکانات داره، تمام پروژه های ساختمانی زیر دست اینه، پروژه های جاده زیر دست اینه. همین الان تو همین هفته به سپاه 70% پروژه های جاده سازی رو دادن، پس امکانات داره. ماشین آلات سنگین داره، دستگاه جاده سازی داره و انواع اقسام چیزا. تو همین برنامه که شما امروز پخش میکردید، یکی از این داشتم نگاه میکردم، یکی از اهالی گلستان میگفت ما احتیاج به ماشین لجنکش داریم، خونمون لجنکش نیاز داره که این لجن رو از اینجا بکشیم بیرون. نبردن بعد از 1 ماه. اینا دارن ولی نمیخوان بدن. درسته. حالا بذاریم من قبل از که با سوال بعدی رو مطرح کنم، یک گزارش رو تلویزیون رژیم نشون داده از وضعیت بعد از سیل در گلستان که خودش فکر کنم گویا باشه. این فیلم رو هم ببینیم. بندری ها باید برن از کوتکو بگیرن برن بندر. چرا از اینجا نمیرن 25 کیلومتر را اضافه برن؟ ما الان بچه ها مدرسه نمیتونن برن بندر، میرن به خاطر رابسته. الان یک ماه که مدرسه نمیرن. یک آب راکتی هست که کسی نمیاد دون برای تخلیه این آب. کلیه زمین های کشاورزی منطقه مترکلا، غلام آباد، بالای قرسو، اینا همه آب حالت ایستا و ساکن داره. کجا کار میکنید؟ همین کارخونه. چی شد الان سر کار نرفتین؟ سر کار نرفتین که آب گرفتی دیگه همه جای ما. الان 27 از این سمت میرم سمت کوردکو، از کوردکو میرم بندر، از بندر میام کارخونه. روی اصلی تردد تمام مردم اونجا قطع شده. یک ماه الان کارخانه ما تعطیل، کارگرا همه بیکار شده. ما با یک موتوری رفت آباد میکنیم. از آب بلایی که اونجا که باز شده آب داره میاد به سمت قرستو.
رودخانه قرسو گنجایش این همه آب رو نداره، چند تا کانال داره، یکی از این کانال ها کانال سیجوال که میره ارکداجی و زیر بندر ترکمن وارد خلیج میشه. متاسفانه از اون تاریخ تا حالا قرار شد که اونجا باز بشه، هنوز اتفاقی نیفتاده. بله خب اینم تصاویر بود از سیل در گلستان. شما تو صحبتاتون گفتید که رژیم نمیخواد مسائل رو حل بکنه، چه مصداق مشخصی دارین که نمیخواد این کار بکنه؟ مهمترین مصداقش اینه که یک دزد بازاری در حاکمیت آخوندی هست. اساساً خواستن چیه؟ خواستن یعنی بالاخره پرداخت قیمت این کار. درست. الان براتون گفتم، خود اینا گفته که، خود رئیس جمهور رژیم گفته که هزینه‌ای که برای 40,000 میلیارد تومان، خسارتی که هستش 40,000 میلیارد تومان، معادل 1 میلیارد دلار میشه. تازه اگر با پول با دلار 13,000-14,000 تومانی حساب بکنیم که مثلا میشه چند صد میلیون دلار. این چیزی که اینا حساب میکنن. اما ببینید دزدی ها چقدره. روز دوم اردیبهشت ابوالفضل حسن بیگی عضو مجلس ارتجاع میگه که در سال 97 شاهدیم بالغ بر 34 میلیارد دلار پول به خزانه بر نگشته. پول صادراتی که اینا ارز صادراتی داشتن. ببین این مال اینه. بعد خبرگزاری حکومتی تسنیم روز سوم اردیبهشت مینویسه که از 44 میلیارد دلار صادرات تنها حدود 14 میلیارد دلار به کشور برگشته. حالا این صادرات چیه؟ یعنی دو سوم ارزهای حاصل از صادرات بر نگشته. اونا چی هن؟ این خبرگزاری افزود اقلام عمده صادراتی کشور در سال 97 عبارتند از محصولات پتروشیمی، معدنیات گازی و سایر کالاها. حالا سایر کالاها هم که در واقع معلوم نیست مثلا چقدر، 1 میلیارد چرا، اساسش پتروشیمی و معدنیات گازی است که تماما دست سپاهه. ببینید اینا حاضر نیستند به قول خودشون 40,000 میلیارد تومان یا 1 میلیارد دلار رو برای مردم خرج بکنن، ولی 30 میلیارد دلار که سپاه میدوزه رد میکنن میره و از فروش محصولات پتروشیمی چیزی بر نمیگرده ایران، خرج مردم نمیخوان بکنن. بنابراین چطور مثلا میگیم کسی نمیخواد خرج بکنه، نمیخواد دست ببره تو جیبش برای مردم خرج بکنه؟ خب نمونه برجسته‌اش اینه دیگه، پولی که باید برگرده برای مردم ایران خرج بشه دست عوامل تروریست رژیم در خارج کشور، خرج حالا عیاشیاشون میکنن یا خرج کارهای تروریستیشون میکنن. بله حالا این یک وجهشو شما دارید میگید که کمکی نمیشه. بله. آیا این فساد و دزدی به کمک رسانی به مردم سیل دادن راه برده از طرف رژیم؟ بله الان مثلا همین کلیپ هایی که دارین نشون میدین، من خودم بارها دیدم نمونه هاشو که مردم میگن خب همه چیزامونو دارن میدوزن. ضمن این که ببینید الان بعد از این همه اعتراضات، این همه فضایی که ایجاد شد که آقا چرا شما نمیایین، رئیس جمهور رژیم 5 روز بعد اومد، مجلسش روز 19 باز شد، 5-6 میلیون آدم آواره سیل بودن، بعد از تو تعطیلاتشون رو به هم نزدن، خامنه‌ای که اصلا تکون هم نخورد از جاش، 4 تا پاسدار رفتن که به قول شما الان میگفتید همشون چیه؟ همشون مورد تعرض مردم قرار گرفتن. روحانی هم که در کیش کار فشرده داشت. آره کار فشرده داشت در قشم، در قشم بود، قشم بود. بله حالا اینا ببینید 4 روز رفتن اونم با فشار مردم، ببینید تو مجلس رژیم چی میگن، واقعا شرم‌آوره. قاضی پور همین مردکی که خیلی هوچیگری هم میکنه تو مجلس رژیم، بله. میگه که تمام دستگاه‌های وقتی داشتیم به سر لایحه بودجه می‌رسیدیم دولت با این سیلاب‌ها مواجه شدن، تمام دستگاه‌های اجرای کشور از تمام بخش‌های شبه دولتی خصوصی هزینه‌های هنگفتی را برای مبارزه با سیل و اسکان موقت انجام دادن. اینها از کجا بیارن؟ ارتش پول دفاع خود را، سپاه پاسداران پول دفاع خود را برای ستاد حوادث الان هزینه کرده. پس ما باید
به دولت اجازه بدیم نسبت به پرداخت هزینه این مسلح خلاصه به اینا بودجه براشون، اگه بودجه ترتیب ندیم عملیاتی نخواهد شد. یعنی دو روز اومدن، اگه کاری هم شده باشه بر اساس فشار مردم، برای این دو روز دو مرتبه یه بودجه کامل برای اینا میخوان. مردمی که الان آه در بساط ندارن، پشت یه دونه ماشین لودر، پشت یه ماشین بولدوزر که صدها و هزاران پیش اینا هست، لنگن که بیاد گلا رو تو خونشون جمع کنه. به همین دلیل هم هستش که میبینیم خب به دلیل همین این فساد، عوامل رژیم چی میگن؟ یک عضو مجلس دیگر رژیم به اسم زرآبادی میگه که امروز مردم به فساد و اختلاس و عدم شفافیت اعتراض دارن، مردم نسبت به بی‌عدالتی و تبعیض آشکارا شکایت دارن. یعنی یقی اینا رو گرفتن. بازی عضو مجلس دیگر رژیم به اسم سباقیان، مردم ناراضیان، مشکل دارن، ما خودمان چند میلیون پول میگیریم مشکل داریم، واقعا مردمش هر جا ما میرویم دارن بد میگن، فحش میدن. این داستان رژیمه. یعنی در حقیقت اگه بخوایم به طور مشخص بگیم، واقعا نمیخوان و انتظار اون چیزی که در مردم هست اعتراض نسبت به اینا، خشم و اعتراضی است که مستمرن علیه اینا اعمال میشه. بله، بذارید بازم تصاویری داریم از اعتراض و خشم مردم علیه پاستور قاسم سلیمانی در منصوریه در خوزستان، این رو ببینیم. هم شوش هم سين. هم اینجا 40 سنه احنا تعبانين الجاده روح شوفها تراب اسفلت ماكو مدرسه زينه ماكو ماي ماكو بهداش ماكو تعبانين وصل صوتنا المسؤولين البخش دار فرماندار استندار كلهم حرامي وحتى لا يسمعوني وقضوا علي تصوير كلهم حرامي وريد انت توصل صوتك غيرك ماكو يوصل صوتنا للرهبه كلهم حرامي الله وكيلك ومحمد. بله شاهد بودیم. بله ببینید، وقتی که مردم جلوی خود پاسدار قاسم سلیمانی در واقع اینطوری میستن، آدم یاد کاوه آهنگر میفته که ضحاک بچه هاشو میکشت، بچه های مردم میکشت و مردم رو تحقیر میکرد. اونجایی که دیگه وایستدن جلوش، از اونجا تغییر شروع شد. ببینید این پاسدار سلیمانی کسیه که وقتی حرکت میکنه نمیدونم چند ده تا محافظ داره و چیکار میکنه و فضای ایجاد روبه وحشت ایجاد میکنه که کسی جرات نکنه حرفی بزنه. مردم به این نقطه که میرسن، ببینید فضای انفجاری جامعه چیه، که برمیگرده جلو خودش میگه سردار دزده، بخشدار دزده، فرماندار دزده، استاندار دزده، همشون دزدن، کسی به ما رسیدگی نمیکنه. بنابراین اون چیزی که در اینجا ما قشنگ میبینیم از صحبت های مردم، همین صفارایی است که بین مردم و این رژیم وجود داره. صفی که مردم بالکل نسبت به این رژیم قطع امید کردن و رو در روشون میسن و اعتراضشون رو میگن. درسته. اما خود خامنه‌ای که در سخنرانی‌هاش بعد از سیل بارها تاکید کرده و گفته که باید رسیدگی بشه و رسیدگی به سیل‌زده رو در اولویت قرار داد، این رو چی میگین؟ خب اینم از اون حرف درمانی هاست، در حقیقت یک دجالگری محضه. به قول اون شعر معروف که میگه که از بام تا به ثریا از آن تو، این خانه کوچک محقر از آن من. بله. ببینید تا اونجایی که برمیگرده که دست کردن تو جیب مردم استاده، تا اونجایی که بعد دست بکنه تو جیب خودش چه خصتی به خرج میده؟ صندوق توسعه ملی رو، صندوق توسعه ملی رو اجازه نمیده دست بهش بزنن. پولایی که سپاه میدوزه اجازه نمیده برگرده به ایران. ولی خیرین باید کمک کنه. ببین همین دیروز صحبت کرده با به اصطلاح جمعی از کسایی که به اصطلاح کارگرن، برای به قول اینا هفته کارگر، حالا روز کارگرم کردن هفته کارگر که اونم باز بزنن تو سر کارگرا. بله. ببینید میگه که شما ملاحظه کنید این قضیه سیل که اتفاق افتاد، کسی هم خیلی دعوت نکرد مردم را. حالا خودش داره میگه دعوت که نکردن، خود دستگاه رژیم گفتن اگه مردم برن تنبیه میشن، دستگیر میشن. حالا دجالگریش میبینیم. ما یه وقتی در قضایای گوناگون اصرار میکنیم دنبال که مردم را دعوت میکنیم، این دفعه اصلا نیازی به این نبود، مردم خودشان مثل سیل به سراغ سیل‌زده ها رفتن. و خلاصه داره از حضور مردم تعریف میکنه. خب تو چی کار کردی؟
تو که رأس این نظام هستی چیکار میکنی؟ به قول معروف ماهی از سر گنده گردد نیز دوم. این رژیم از سرش انقدر تبهکار و فاسده که حاضر نیست برای مردمی که این همه دوچار بدبختی و بلا هستن از پول خود همین مردم که این بالا کشیده و دزدیده و در اختیار داره خرج بکنه. پس بنابراین خود خامنه ای اصل قضیه است. اصل قضیه این که اون نمیخواد اینا رو خرج کنه، ولی خب اگر اون بخواد که همین سپاه میتونه همه امکاناتش رو بریزه در اختیار مردم، ارتش میتونه بریزه در اختیار مردم، کما که در بقیه کشورهای جهان هم همینطوره. بخش مهمی از این چیزا رو ارتش و نیروهای نظامی کمک میکنن، حل و فصل میکنن. در همون سونامی که اشاره کردم خدمت شما، اگه نیا بکنین فیلم های اون مناطق رو، بسیاری از به اصطلاح واحدهای نظامی ارتش رفتن کمک مردم برای همچین روزهایی است دیگه. بنابراین چنین چیزی اصلا وجود نداره تو دستگاه خامنه ای که بخواد خامنه ای خودش داره اینا رو هدایت میکنه که نرین یه وقت به سمت مردم. چرا؟ چون میترسن. نیروی نظامی که میاد تو صحنه، همین پاسدارا، همون ارتشیا، همون سربازا، مردم میبینن که در فقر و فاقه. دیروز داشتین یه فیلم رو شما نشون میدادید که یک مادری یک گاو داشت، این گاوش علوفه نداشت تو خوزستان، و میگفت من فقط از شیر اینو میگیرم و ماست، شیر و ماست این استفاده کنم، حتی پول نون ندارم بخرم. بعد کسی نبود که علوفه به این حیوان بده. اون یکی پدری میگفتش که از ما پول میخوان برای اینکه بیان وام بگیریم، پول برگردونی یا پول نمیدونم خدمات دولتی رو بگیریم، ما اصلا همه زندگیمون برباده، کی میخواد به اینا کمک بکنه؟ خامنه ای اون که تمام پول صندوق توسعه ملی اینها رو چیز کرد. خود اینا مگه نمیگن 51% بودجه هنوز شروع نشده سال 98 در سال 97 که ریختن 51% کسری بودجه داره. خب از کدوم پول باید داد؟ از همین پولایی که سپاه میچاپه، غارت میکنه، 30 میلیارد دلاری که بر نمیگردونه به ایران، از همون صندوق توسعه ای که معلوم نیست حالا برای چه دلیل دست خامنه ایه، دست خامنه ای الان و پولشو نمیده. بله نست. به همین دلیل هم هستش که خود خامنه ای نمیخواد و با حرفای دجالگرانه فکر میکنه مردم گول میخورن. چه خوب بود این کلیپی که امروز نشون دادید از اون خانومی که از خوزستان همه این تبهکاری ها رو به حق در واقع رو پیشونی خامنه ای نوشت. درسته. حالا راهکار مردم برای حل این بحران چی هست؟ ببینید وقتی ما با یک فاجعه انسانی مواجهیم، واقعا در ایران ما با یک فاجعه انسانی مواجهیم، مردم در زجر و بدبختی هن. در اینجا ما اون چیزی رو که راه حل درمانه شوراهای مردمیه، مردمی که در واقع خودشون با همبستگی با خودشون با همدیگر رو در واقع سازمان دادن برای بیرون کشیدن امکانات و حقوق مردم از حلقوم رژیم، کمک میکنن، میرن امکانات رو جمع میکنن، میارن و توزیع میکنن بین سیل زدگان. در حقیقت اون چیزی که راه حل برای این وضعیت همین شوراهای مردمی است که تا همین الان هم شاهد این هستیم مردم چقدر در واقع تشکر میکنن از شوراها و از مردمی که شرکت میکنن. این راه برون رفت از این وضعیته، و الا از این رژیم، از خود خامنه ای تا بقیهشون هیچ انتظاری برای کمک نیست. بله خیلی متشکرم از شرکتون در برنامه امروز. خواهش.